شهر که به تصویر کشیده میشه. این هم هواداران فولاد مبارکه سپاهان که یک بار دیگه اونها رو در تصویر مشاهده کردید. شب گذشته اشاره کردم که پرسپولیس با ملوان 1-1 مساوی شدن، تراکتور 3-2 مغلوب سبا شد در تبریز. سایپا در یک بازی پرحرفه‌ای 3-1 شکست داد تیم مس سرچشمه رو. البته تیم مس سرچشمه فعلا اعتراض کرده به حضور اسحاق صبحانی که اشاره میکرده پس گذشته اخراج شده و نمیتونسته بازی کنه. نمای زیبا از بنری که متعلق است به جمعیت هلال احمر که اشاره کردم بازیکنان سپاهان عضو افتخاری و داوطلبانه جمعیت هلال احمر شدن در استان اصفهان. ارسال بلند به داخل محوطه جریمه، موقعیت برای سپاهان، همچنان موقعیت، فرصت برای سپاهان، گل برای سپاهان. فابیو جانداریو، خوشحالی هواداران سپاهان، سپاهان به گل میرسه در این دیدار، خوشحالی مجید بصیرت، لوکا بوناچیش و این هم هواداران سپاهان. فولاد مبارک سپاهان 1 استقلال تهران 0. این هاست که ورزش فوتبال رو متمایز و جذاب میکنه. استقلال که حملات زهداری رو انجام داده بود نه تنها به گل نمیرسه بلکه دروازش روی این صحنه باز میشه. چندین و چند بار توپ ها رو برگشت دادن اما این بار دیگه تسلیم شد رحمتی. ضربه فابیو جانداریو اینجا بینگر هم معیا بود تا ضربه رو بزنه، این ضربه رو زد، برخورد به بازیکنان حریف. ضربه بعدی رو به نظر سید صالحی زد و در نهایت فابیو جانداریو دروازه استقلال رو باز میکنه. فولاد مبارک سپاهان 1 استقلال تهران 0. لحظه که آفساید اماد رضا اعلام شد با تأخیر پرچم خودش رو بالا برد آقای فرحنیا پشت محوطه جریمه. اشاره میکردم که چند بازیکن اصلی و خرید خوب خودش رو در اختیار نداره پرویز مظلومی. یا موقعیت برای استقلال و گل، گل برای استقلال، آرش برهانی نتیجه رو 1-1 مساوی میکنه. در دقیقه 84 بازی به تساوی کشیده میشه. استقلال 1 فولاد مبارکه سپاهان 1. آرش برهانی گل خورده رو پاسخ میده و خوشحالی هواداران استقلال در ورزشگاه فولاد شهر. حالا ببینید در این دقایق باقی مونده یا توپی از خط دروازه ها عبور میکنه یا نه، با هم مرور میکنیم. اونجا ضربه سر رو زد آرش برهانی و دروازه باز شد و مسافه حساس دو تیم صدرنشین پس گذشته 1-1 مساوی میشه تا بدینجا. دیگه کاری نمیتونست انجام بده رحمان احمدی.